درود به همه دوستانم، سلامتی و تندرستی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. موضوع امروزمون در مورد خواص فوق‌العاده پرتقال هستش. خواهیم با هم بررسی کنیم که پرتقال در درمان چه بیماری هایی میتونه به ما کمک کنه. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. همونطور که میدونیم پرتقال یکی از قدیمی ترین و پرمصرف ترین مرکباته که بشر از اون تا کنون استفاده کرده و خواص پرتقال به خصوص در تصفیه خون و بسیاری از بیماری ها مفیده. ویتامین C یکی از عوامل مهم مهار کننده سرطانه که پرتقال منبع این ویتامین محسوب میشه. حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح کنفوسیوس از اون نام برده. پرتقال اولیه کوچیک، تلخ و پر از هسته بوده که در اثر مهندسی ژنتیکی و همچنین انتخاب نوع بهتر و کود کافی درشت‌تر و شیرین‌تر شده. پرتقال سرشار از ویتامین های C، B، آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم و مس هستش. تا پیش از 15 سالگی سرطان خون بیش از هر سرطان دیگری در کودکان رواج داره. پژوهشگران دریافت کردند که کودکانی که تا 2 سالگی در هفته 4 تا 6 بار پرتقال یا آب اون رو مصرف میکنن، میزان ابتلای اونها به سرطان خون در 14 سالگی تا نصف کاهش پیدا میکنه. در شیر و یا غذای اونها 1 تا 3 قاشق کوچیک چای خوری آب پرتقال اضافه کنیم تا اونها را با ویتامین C بیمه کنیم تا از ابتلا به بیماری راشیتیسم جلوگیری کنه. نکته: نوشیدن آب پرتقال به هیچ وجه به افرادی که زخم معده دارن توصیه نمیشه. بریم که خواص پرتقال رو بیشتر با هم بررسی کنیم. دانشمندان سوئدی کشف کردن که خوردن پرتقال از سرطان لوزور معده جلوگیری میکنه. پوست سفید پرتقال و ورقه های نازک بین قسمت های داخل پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خونه. اسانس پرتقال ضد عفونت های میکروبیه و همچنین پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده هستش. پرتقال ضد سم، ادرارآور، نرم کننده سینه و ضد استفراغه. جوشانده برگ های پرتقال برای شستشوی ورم ها و کاهش درد بسیار مفیده. خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرامش بخشه. اسانس پرتقال رو برای ضد عفونی کردن استفاده میکنن. پرتقال گرچه اسیدیه ولی خواص قلیایی به بدن میده و برای کسانی که گوشت زیاد مصرف میکنن و بدنشون اسیدی شده بسیار مفیده. آب پرتقال در کودکان 1 ساله سبب تسریع در آمدن دندون ها میشه. پرتقال کرم روده رو از بین میبره و پایین آورنده تب هستش. ویتامین C به افزایش جذب آهن در رژیم غذایی کمک میکنه، خصوصا در افراد گیاهخوار. افزایش مصرف غذاهای غنی از ویتامین C از قبیل مرکبات برای کاهش خطر ابتلا به کمبود آهن که سبب کمخونی میشه ضروریه. عدسی های چشم انسان به طور طبیعی حاوی مقادیر بالایی از ویتامین C هستش. افرادی که کمتر از 125 میلی گرم ویتامین C در روز مصرف میکنن 4 برابر بیشتر با خطر ابتلا به آب مروارید در مقایسه با افرادی که بیش از 500 میلی گرم در روز مصرف میکنن مواجه هستن. بنابراین مصرف مرکبات به حفاظت از عدسی ها در برابر آب مروارید کمک میکنه. بریم که نحوه مصرف پرتقال رو با هم بررسی کنیم. برای برطرف کردن چین و چروک صورت و شادابی اون، قسمت خوراکی پرتقال رو روی صورت بمالید و بعد از 15 دقیقه با آب شستشو بدیم. له شده پوست پرتقال به عنوان مرهم برای اگزما و ناراحتی های دیگر پوستی مصرف میشه. هر روز 2 تا 3 لیتر آب پرتقال رو به مرور بنوشید. مدر و نرم کننده هستش و همچنین خون رو تصفیه میکنه. سنگ کیسه صفرا رو از بین میبره
اشتها آوره و مقوی معده و بادشکنه و همچنین ضد اسپاسم و آرامش بخشه، اسهال صفراوی را قطع میکنه، ضد سم، ضد ویروس و مهار کننده سرطانه. آب جوشانده پوست پرتقال را بنوشید، سرماخوردگی را برطرف میکنه و برای رفع سوء هاضمه بسیار مفیده. برای کم کردن وزن یک عدد پرتقال و سه عدد لیمو ترش پوست‌کنده رو به قطعات کوچک تقسیم کنید. بعد اون رو داخل ظرفی بریزین و به اون نیم لیتر آب اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه بجوشونید. بعد که ولرم شد سه قاشق عسل به اون اضافه کنید. از این شربت میتونید روزانه سه فنجان استفاده کنید تا وزن شما به مقدار ایدئال برسه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. پرتقال رو در رژیم غذایی خودتون حتما داشته باشین تا از خواصش بهره ببرین. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و اگه دنبال سلامتی هستید حتما عضو چنل من بشید. روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار شما.